خرید کنسول داری و میخوای توی پاچت نره، روی ویدیوی درستی کلیک کردی، چون که میخوام توی این ویدیو کلی اطلاعات خفن در مورد این موضوع بدم. پس به اپیزود جدید اتاق بازی مونه خوش اومدید. همیشه برای شخص بنده هیجان انگیزه، حتی الان که سن خانه بالا شما ها رو نمیدونم، اما تو دوره ما اول تابستون برابر بود با در دست قرار گرفتن کنسول ها. همونطوری که قبلا هم توی ویدیو هم گفته بودم، تو زمان طفولیت من در زمان مدرسه کنسول کلن جمع میشده میرفت تو کمد. یعنی غم غروبی که توی 31 شهریور میشست به دل من اصلا قابل وصف نیست. حالا فکر کن این 31 شهریور هم میافتاد تو روز جمعه بعد از وار، اصلا روز مرگی بود. رو همین اصل اول تابستون یه جوری برام آزادی بود. آزاد شدم، خوشحالم ننه. یعنی روز آزادی بود. البته حکم آزادی همیشه بعد از دریافت کارنامه می اومد و اگه همه چی بر میل پدر مادرم بود، کنسولم آزاد میشد. حالا اگه قرار بود کنسول جدیدی هم برام خریداری بشه، همین اول تابستون اتفاق می افتاد. مطمئنم خیلی ها مثل من بودن و هستن و این فصل از سال که میشه دنبال خرید کنسولن. روزی نبود که توی کامنت های سوال رو از من نپرسین که مونا کنسول چی بخرم؟ مونا ایکس باکس بگیریم؟ مونا پلیستیشن بگیریم؟ مونا نینتندو چی؟ کنسول دست دوم بگیریم یا آکبن؟ پلیستیشن فور دست دوم فت بگیریم یا اسلیم؟ و کلی سوال دیگه. با اینکه من ویدیوهای زیادی در مورد کنسول های مختلف ساختم، ولی خب بازم هنوز یه عده براشون سواله که چه کنسولی براشون بهتره و به صرفه تره. واسه همین تصمیم گرفتم که این ویدیو رو بسازم و توضیحات لازم و با توجه به بودجه های مختلف بدم. پس حتما اون لایک رو بزن تا با قدرت ویدیو رو شروع کنیم. اول از همه بذارین که با کنسول های دست دوم شروع کنیم. توی بازار اجناس دست دوم ما یه قانون نانوشته داریم که میگه جنس دست دوم در صورتی که در سلامت کامل باشه باید 30% ارزون تر باشه تا به صرفه خریده باشیمش. این یعنی مثلا اگه پلیستیشن 5 و آکفن 27 میلیون قیمت داره، برای دست دومش باید 19 میلیون بیشتر پول ندیم. خب خیلی بعید میدونم الان پلیستیشن 5 سال 19 تومن پیدا بشه، یا مثلا سری S 12 میلیون پیدا نمیشه. اگه توی این رنج قیمت پیدا کردین، اول مطمئن بشین که سالمه، بعد شک نکنید و بخریدش. ولی خب خیلی بعید میدونم این قیمت ها اصلا پیدا بشه و من دیوار رو چک کردم که در بهترین حالت 1-2 تومن قیمتش با آکبند فرق میگرد. با این تفاوت اصلا سمت کنسول دست دوم نرید. اگه بخوام کنسول نسل قبل بخرین چطور؟ والا صادقانه بگم نه نخرید، چون این کنسول ها در بهترین حالت 4-5 سالی کار کردن و دومین نکته که از اولی هم مهمتره اینه که برای این کنسول دیگه بازی خاصی نمیاد. سمت کنسول نسل 8 برید، فقط در شرایطی که بودجه‌ای که دارید 8-9 تومنه. در این صورت به نظر من یا پلی‌استیشن 4 کپی خور بگیرید که بابت بازی هزینه زیادی ندین، یا یه دونه وانیس دست 2 بگیرید تا بتونین از گیم پس استفاده بکنید. البته توی این بودجه احتمالاً سویچ لایت دست دو هم بتونید بگیرید. سویچ لایت دقیقا همون سویچ معمولیه، با این تفاوت که اصلا به تلویزیون وصل نمیشه. اینکه خرید سویچ برای تابستون 1403 کار درستیه یا نه رو جلوتر دقیق تر میگم، اما بذارین زیاد الان روی سویچ ریز نشیم و در همین محد بگم که اگه سویچ لایت کپی خورد توی ماهی 7 تومن پیدا کردین بخرین. البته خیلی بعید میدونم توی این قیمت ها بتونین سویچ لایت کپی خور پیدا کنین، چون کپی خور کردن این کنسول نیاز به نصب یه سری برده که قیمت همین برداش 3-4 تومنه. پس فکر میکنم پرونده کنسول دست دوم سویچ با این نکته بسته میشه و بریم سر وقت کنسول های تازه نفس نسل 9. برای کنسول های نسل 9 ما 6 تا انتخاب از 3 تا برند داریم. کلن نسل عجیب غریبیه حتی توی تعداد انتخاب ها. سونی با 2 مدل دیجیتالی و دیسکورد که حالا لاغرتر هم شدن و اسمشون هم شده اسلی، مایکروسافت هم سری X و سری S داره که قدرت و قیمت این دوتا زمین تا آسمونه. نینتندو هم یاد گرفته از این دوتا و اونم سویچ معمولی لایت داده که لایت ارزون تره ولی خیلی قابلیت های سویچ معمولی رو نداره. واقعا یه خورده فکر نمی کنید سخت‌تر شده؟ خود گیمرها هم گیج میشن با این همه انتخابی که وجود داره، چه برسه به پدر مادرایی که سررشته ای از این کنسولا ندارن. خب بذارین از بحث شیرین قیمت شروع کنیم.
بهترین کنسول روز حال حاضر سویچ لایته که قیمتش حدود 10 میلیون تومنه. بعدش هم سری اس با قیمت حدود 15-16 تومن. گرونترین کنسول حال حاضر هم در کمال تعجب خودم ایکس باکس سری ایکسه. من همیشه فکر میکردم که پلی‌استیشن 5 گرونترین کنسول ایرانه. واقعا این که کدوم رو انتخاب کنیم بستگی به بودجتون داره، اما بذارین صادقانه این نکته ای رو بگم، اگه دنبال گیم زدن هستین اصلا سمت سویچ لایت نرید. درسته با فاصله ارزون ترین کنسوله، ولی اصلا نمیتونید روش به عنوان یک کنسول حساب باز کنید. بیشتر یک کنسول دستیه که خیلی از فیچرهای باحال کنسول نینتندو سویچ رو خب نداره. تازه به تلویزیون وصل نمیشه. توی سمت گرون هم ایکس باکس سری ایکس که من فکر میکنم گرون بودنش به خاطر اینه که تقاضای کمتری این کنسول داره. من شک ندارم که اگه خواهان این کنسول توی بازار ایران زیاد باشه قیمتش از پلی استیشن 5 کمتر میبود. انتخاب یه خورده سخت‌تر و پیچیده شد، اما اگه بخوایم یه انتخاب خوب توی این بخش داشته باشیم، یعنی با توجه به پولی که میدید بیشترین ارزش رو کسب کنید، احتمالاً سری اس میتونه بهترین انتخاب باشه. با 15-16 میلیون تومان یه کنسول نسل نهم میگیرید که خوبه دیگه، خوبه. یه بزرگ همیشه میگفتش که کنسول بدون بازی یه آجر به درد نخورده. حالا کی اینو گفت و نپرسید؟ کی گفت اینو؟ والا بازی خیلی سلیقه‌ایه، اما هر کدوم از این کنسول ها معایب و مزایای خودشون رو دارن. اگه به اصطلاح خارجی ها کژوال گیمر هستین، یعنی دنبال این هستین که یه موقعی یه فیفایی یه فورتنایتی بازی کنین، فرق آنچنانی بین این کنسول ها نیست. رو همشون تقریبا میشه این بازی ها رو بازی کرد. ولی خب ایکس باکس و پلی استیشن احتمالاً انتخابای بهتری هستن، چون هم قدرت بیشتری دارن، هم کنسول های جدیدتری هستن. کنسول سویچ الان 7 سالشه. پیر کنسول دیگه. امروز فرداست که کنسول نسل بعدش معرفی بشه. برای همین هم برای کسی که آنچنان حرفه گیم نمیزنه و دنبال تجربه یه بازی خاصی نیست بدون شک توصیه نمیشه، چون احتمالاً در بهترین حالت تا یکی دو سال دیگه بیشتر براش بازی نمیاد. پس میگم اگه دنبال زدن گیم خاص نیستید برید سمت ایکس باکس و پلی استیشن 5. فرق خاصی هم این دوتا با هم نمیکنن. حالا اینکه کدوم رو انتخاب کنین جلوتر توی قیمت‌های بازی‌ها بیشتر توضیح میدم. کیف کنسول به انحصاریاشه نه؟ خب همه این کنسول ها انحصاری های خودشون رو دارن، اما تعارف که نداریم. خانواده ایکس باکس با فاصله ضعیف‌ترین عناوین انحصاری رو داره. توی این چند سال اخیر ما هیچ عنوان قابل توجهی از ایکس باکس نداشتیم. حالا اینکه در آینده چه اتفاقی قرار بیفته یه داستان دیگه است، ولی فعلا ایکس باکس تو زمینه انحصاری زیاد شرایط جالبی نداره. برخلاف رقیب گردن پلی‌استیشن، با خرید پلی‌استیشن 5 شما به انحصاری‌های خفن سونی مثل گاد آف وار راگناروک یا هورایزن فوربیدن وست، مارولز اسپایدرمن 2 و IP خفن جدیدی مثل استلر بلید و ریترنال و حتی توی آینده هم گیمینگ جدیدی مثل دد استرندینگ 2 و فانتوم بلید میاد که ارزش تجربه رو دارن. در طرف نینتندو سویچ هم خدای اوضاع خوبه. اصلا کسانی که نینتندو سویچ می‌خرن 99% به بالا این کنسول رو فقط به خاطر انحصاری هایی که داره تهیه میکنن. درسته این عناوین خاص هستن و شاید در نگاه اول بچگانه و کودکانه به نظر برسن، اما من مینویسم و امضا میکنم یه زلدا تیرز آف دی کینگدوم برای کل تابستونتون کافیه. این بازی به قدری عالی و بی‌نظیره که شما رو میتونه ماها و شاید سالها درگیر خودش کنه. اصلا عجیب این بازی، انگار که این بازی توسط هوش انسان طراحی نشده. آقا نشده. ولی خب کدوم انتخاب بهترینه؟ ایکس باکس که هیچی، اصلا تو زمینه انحصاری حرفی برای گفتن نداره و با فاصله بازنده این رقابته و رقابت اصلی بین نینتندو و پلی‌استیشنه. با اینکه خود من خیلی نینتندو رو دوست دارم و انحصاری هایی مثل زلدا و میتروید رو میپرستم، ولی باید قبول کنیم که انحصاری های سونی عامه پسندترن. بدون شک گیمرها خیلی راحت تر میتونن با عناوینی مثل لست آف آس و آنچارتد گاد آف وار ارتباط بگیرن تا زلدا و ماریو. این به اون معنی نیست که زلدا از گاد آف وار بهتره یا بدتره، ولی توی تابستون فکر میکنم که گاد آف وار و لست آف آس به اکثر شماها بیشتر حال میده تا زلدا و دوستان. بله. خب با این اوصاف چیکار کنیم؟ بپریم پلی استیشن 5 بخریم؟ نه
عجله نکنید. هنوز مهمترین نکته مونده. اصلا پلی‌استیشن 5 بازی‌هاش خدا. سویچ بازی‌هاش بی‌نظیر. قیمت ایکس باکس سری عالی، ولی ما همه اینا رو می‌خریم، باهاشون بازی می‌کنیم دیگه. درسته؟ خب بازی‌های کدوم از این کنسول‌ها به صرفه‌تره؟ شما قوی‌ترین کنسول کره زمینم داشته باشی، وقتی نتونی براش بازی بخری، خب به چه دردی می‌خوره؟ شرایط اینجا یه خورده پیچیده میشه، یعنی از اون حالت معمول در میاد. در نگاه اول بازی پلی‌استیشن 5 راحت‌تر و ارزون‌تر پیدا میشه. شما یه سرچی توی دیوار بزنی، بازی پلی‌استیشن 5 که تویش آگهی میشه به مراتب از ایکس باکس و سویچ بیشتره. اصلا سویچ که براش بازی به سختی پیدا میشه و گویا اصلا در جامعه گیم ایران کنسولی به اسم سویچ وجود خارجی نداره. ولی یک سری نکات این وسط وجود داره که من فکر می‌کنم مختص بازار ایرانه. یعنی نکاتی که الان میخوام بهتون بگم، اگر به عنوان کیس پناهندگی در هر سفارت خونه‌ای ببری، در جا بهت پناهندگی میده. من نمیدونم چطور، اما در کیس پلی‌استیشن یه سری وبسایت هستش که دارن اکانت بازی رو به صورت ظرفیتی میفروشن. حالا ظرفیتی رو من میفهمم چه جوریه. به هر حال هر بازی دو تا ظرفیت اصلی داره و شما با خرید هر کدوم از این ظرفیت‌ها عملا نصف قیمت پول رو میدید. اما موضوع از اونجا عجیب میشه که یه سری از وبسایت ها بازیاشون رو ساعتی کرایه میدن. آقا تن سونی لرزید، مگه ویدیو کلوپه که بازی ها رو دارید کرایه ساعتی میدین؟ من نمیدونم ایده کی بوده و چجوری داره پیاده سازیش میکنه، ولی من مطمئنم این فکری که ابداع کننده این روش گذاشته روی طراحی بازی میذاشت، الان 4 تا، یعنی 3-4 تا لست آف ها ساخته بود. حالا خنده دارتر سمت ایکس باکسه. من تمام وبسایت های هک کنسول رو بررسی کردم، رفتم دارک وب، دیپ وب، هرچی شما بگین رو دیدم. کنسول ایکس باکس به خدا هک نشده. من نمیدونم تو ایران چجوری روی کنسول ایکس باکس بازی میریزن. هرچی هم بیشتر در موردش میخونم آقا بیشتر گیج میشم. سویچ هم که اصلا کلن هک میکنن دیگه. سویچ های اولیه رو با گیری سر هم هک کردن. سویچ های جدید هم برمیدارن و یه بورد توش نصب میکنن. کلی بگم تقریبا برای هر کنسول یه راهی وجود داره که بازی ها رو ارزونتر و حتی رایگان بازی کنی، ولی خب درد سراش کم نیست. اما اگه یک نفری دنبال یه راه قانونی ارزون تر باشه باید چی کار کنه؟ برای این هم راه وجود داره. خدا رو شکر همه این شرکت ها سرویس های گیم دارن. روی ایکس باکس اسمش گیم پسه، روی پلی استیشن اسمش پلی استیشن پلاس اکستراس، روی نینتندو هم که اسمش نینتندو آنلاین. آقا بذارین از ضعیف‌ترین سرویس شروع کنیم. در قهر این لیست با فاصله نینتندو آنلاین که به سختی هم میشه اسمشو سرویس گیم گذاشت، بیشتر شبیه یه سرویسی که برای خاطره بازی با گیما ساخته شده. توش فقط بازیهای قدیمی و نوستالژیه. نه اینکه این بازیها بد باشه ها، ولی برای ماها که درآمدمون با ریاله زیاد منطقی نیست که به دلار پول بدیم بعد بشینیم بازیهای سگا و سوپر نینتندو رو بازی کنیم. کلا اگه توی تابستون میخواد یه کنسول بخرید که با کمترین پول بازیهای نوستالژی رو قانونی بازی کنین، احتمالاً سویچ میتونه شما رو راضی کنه. واقعاً دارین همچین گیمری توی ایران؟ آقا اگه هست خودش رو توی کامنت ها معرفی کنه تا هممون باهاش آشنا بشیم. در رتبه بعدی ما پلی‌استیشن پلاس اکسترا رو داریم که میخوام صادقانه بگم از لحاظ کیفیت بازی ها آنچنان فرقی با گیم پاس نمی کنه. حالا درسته روی گیم پاس خیلی از بازی ها دیوان عرضه میشن، ولی بازی عالی هم روی سرویس پلی‌استیشن پلاس اکسترا هم کم نداریم و بدون شک کل تابستون میتونید لذت حلال از ویدیو گیم ببرید. ولی توی این بین یه نکته وجود داره، اونم اینه که قیمت گیم پس و پلاس اکسترا خیلی با هم متفاوته. روی کاغذ البته سالیانه چند دلار بیشتر با هم تفاوت ندارن، ولی به لطف دوستان ایرانی و همکارانشون توی کشورهایی مثل ترکیه و اوکراین، گیم پس با یه قیمتی به مراتب ارزونتر داخل سایت های ایرانی به فروش میرسه. اصلا هم چشم بندی یا هک و این داستان دو کارش نیست. مایکروسافت سیاست متعادل سازی قیمت ها رو بر مبنای درآمد برای گیم پس اعلام کرده، همون سیاستی که استیم تا چند ماه پیش برای بازی هاش داشت و باعث شده بود بازی ها خیلی ارزون تر باشن. همین سیاست باحال باعث شد که گیم پس توی ایران به قیمت 5 تا 6 میلیون برای یک سال به فروش برسه که به نظر شخص من به مراتب جذاب تر از پلی استیشن پلاس میکندش. رو همین اصل اگه برای تابستون دنبال یه سرویس مقرون به صرفه برای گیم زدن هستین، ایکس باکس با گیم پسش میتونه یه انتخاب طلایی با
باشه. کل ماجرا رو میتونید با 20 میلیون جمعش کنید که فکر میکنم یه مبلغ خیلی جذاب باشه. و در آخر هم یه صحبت دوستانه. سعی کردم کامل ترین و به روزترین راهنمایی ها رو براتون توی این ویدیو بسازم. امیدوارم این ویدیوی راهنمایی به دردتون خورده باشه. اما توی این فضای سمی که یه دست فنبویا همش مشکلات فلان کنسول رو توی سر و کله هم دیگه میکوبن، توصیه من همیشه به شما اینه که برند کنسول واقعا مهم نیست و آدم حتی با یه سیستم زغالی و آتاری هم میتونه از گیم زدن لذت ببره. پس تعصباتتون رو کنار بذارین و از خود گیم زدن لذت ببرید. نظر شما چیه؟ شما چه کنسولی رو میخواید برای خودتون بخرید؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسید و بهترینش رو پین میکنم. لایک و سابسکرایب من فراموش نشه و حتما اون زنگوله کنار ویدیو رو بزنید تا ویدیوی بعدی رو هم بتونید ببینید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.